امروز هم با معرفی یکی دیگر از فیلم‌های برتر سینمای جهان در سال 2021 با شما عزیزان هستیم. با من همراه باشید. گزینه یه سابسکرایب رو بزنین. شهرت این کتاب در نیمه ی دیگه ای از دنیا دوره جدیدی و برای تمدن بشری رقم زد. تبادلات دریایی چیزهای جدید زیادی برای اهالی منطقه مرکزی چین به ارمغان آورد، همراه با یک فاجعه بی سابقه. شمشیر سرخ عشق ابدی. هر اهریمنی که از مرز عبور می کرد به عنوان یکی از بازماندگان امپراتور اهریمن‌ها در نظر گرفته می شد.
آنها بلافاصله دستگیر شده و در زندان مهار کننده زندانی می شدند. تو لیاقت نداری یه انسان باشی. تو خود شیطانی. اگه میخوای دخترتو پیدا کنی این آخرین فرصته. تانجری تو کجایی؟ پیدات میکنی. چطور جرأت کرده یه فرمان روا رو بکشه؟ امید انسانهای میرا چه بیهوده است. زنده بودنم معنا داره. یه رمان میتونه واقعیتو تغییر بده؟ من باور دارم که میتونه. در چین، افسانه جنگجویان بی‌رقیب برای همیشه بر سر زبان‌ها بوده. این جنگجویان جزو برترین مبارزان بودند که قدرت‌های خود را از الهگان و زمین می‌گرفتند. هر اتحادی با آنها باعث افزایش قدرت می‌شد و هر نبردی آنها را قوی‌تر می‌کرد. آنها می‌توانستند قدرت کیهانی باور نکردنی را در بدن خودشون داشته باشند. جنگجویان بی‌رقیب توسط الهگان انتخاب می‌شدند و برای اداره کردن ارتش‌های بزرگ و تسخیر جهان به دنیا می‌آمدند. شما می‌تونین بگین جنگجویان بی‌رقیب برگزیدگان هستند. سلاح ها سرنوشت و روحیه دارن. اونا صاحب خودشون رو انتخاب میکنن. هرچه مخالف های بیشتری بکشن سلاح ها هم قوی تر میشن. یادتو میاد سلاح های ما از سنگ معدن خون ساخته شده؟ اونا قدرتمندتر میشن چون خون بیشتری میشن. اگه خون صاحب سلاح باشه چی؟ چیزی نبوده جز یه فرقی از این که تو اومدی از نمیکی من نشان دادی. آرومه البته منه که نجاتت بدم. سلسله جنگجویان.